چهارم ربیع الثانی سال روز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام و اول تا هفتم این ماه ایام هفته بزرگ داشته ولادت آن حضرت می باشد. امام حسن عسکری علیه السلام یازدهمین پیشوای مسلمانان و پدر بزرگوار حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف می باشند و مرقد ایشان در شهر سامر را واقع شده است. با هم گزارش هورا عبدالمجید را ببینیم. امام حسن عسکری علیه السلام در روز چهارم ربیع الثانی سال 232 قمری در مدینه منوره دیده به جهان گشودند. به همین مناسبت اول تا هفتم ربیع الثانی هفته بزرگداشت ولادت آن حضرت نام گرفته است. شیعیان در سراسر جهان با برگزاری محافل و مراسم جشن و شادی هفته ولادت یازدهمین اختر آسمان ولایت را گرامی داشته و به یکدیگر شاد باش می گویند. مجموعه های مربوط به دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی نیز در سراسر جهان سال روز ولادت و هفته بزرگ داشته ولادت آن امام بزرگوار را با برپایی مجالس جشن و سرور گرامی می دارند. همچنین اماکن مقدسه و عتبات عالیات در ایران و عراق نیز با برگزاری مراسم ویژه‌ای میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را جشن می‌گیرند. آستان مقدس امامین عسکریین علیهم السلام در شهر سامرا نیز با حضور خیلی عظیمی از جمعیت شیعیان طی مراسمی میلاد پدر گرامی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را گرامی می‌دارند. تولد امام حسن عسکری علیه السلام در مدینه مقارن با خلافت متوکل دهمین خلیفه سلسله بنی عباس بوده و هنگامی که امام عسکری علیه السلام در دوران طفولیت به سر می بردند، متوکل پدر ایشان امام هادی علیه السلام را به اجبار به شهر سامرا منتقل نمود، ولذا آن حضرت از کودکی در سامرا بودند. آن امام بزرگوار در سامرا تحت مراقبت شدید حکومت بنی عباس قرار داشتند و برای فعالیت‌های خیش با محدودیت روبرو بودند. امام حسن عسکری از طریق نمایندگان خود و نیز از راه نامه‌نگاری با شیعیان ارتباط داشتند. عثمان ابن سعید نخستین نایب خاص امام زمان از نمایندگان خاص ایشان نیز به شمار می رفت. امام حسن عسکری علیه السلام در 8 ربیع الاول سال 260 قمری در 28 سالگی در سامرا به شهادت رسیدند و در کنار مرقد پدر بزرگوار خود دفن شدند. مدفن آن دو امام بزرگوار به حرم امامین عسکریین مشهور است و از زیارتگاه های شیعیان در عراق به شمار می آید. آقا عبدالمجید، اخبار شیعه.